خوش آمدید باز دوباره به درس امروز ما کتاب رومیان خدا رو سپاس میگم به خاطر همه شما عزیزان از خداوند میطلبیم امروز که به ما فهم روحانی بده که این کلام رو درک بکنیم کلام باعث تقویت ما بشه باعث تشویق ما باعث تصحیح ما بعضی موقع کلام توبیخ میکنه هدف ساختن ماست چیزی که بده بیاره بیرون چیزی که خوب اضافه بکنه قلم و کاغذ و دفتر دستتون باشه با انجیلتون ادامه میدیم امروز به رومیان باب دو آیات نه تا یازده ولی بذاریم با هم یه دعا بکنیم از خداوند طلب فیض بکنیم ای پدر بسیار از تو سپاسگزاریم امروز در نام عزیز عیسی مسیح به خاطر امروز به خاطر فیض تو ای پدر خاطر محبت ابدی تو در مسیح خداوند به خاطر قوت تو امروز ای پدر از تو می به همه این عزیزانی که این برنامه را امروز می بینن قوت عطا بکنی ای پدر در روحشون در نام عزیز عیسی مسیح قوت بگیرن که در روح قوی بشن کلام تو رو درک بکنن و فهم روحانی به ما عطا بکنه ای پدر تو رو به خاطر روح القدس بسیار سپاس میگیم روح پاک تو که به ما داده شده برای کمک ما راهنمایی ما راهنمایی به تمام حقیقت قوت ما مسح ما و همه چیزی که خواست تو هست ای در نام عیسی مسیح از تو بسیار سپاس میگیم نام تو رو جلال میدیم و همه مقدسین خدا گفتن آمین آمن خدا رو شکر باز خوش اومدید امروز از همه شما سپاس گذاریم که این برنامه ها رو دنبال می کنید و همچنین در قلبتون تصمیم بگیرید که یک باری و با ما حمل بکنید در مورد تلویزیون نجات شبکه نجات که این کلام رو داره بین خیلی اقوام هم قوم ما هم اقوام دیگه پخش میکنه اینه که ماهیانه اگر یه چیزی بذارید کنار ماهی 100 دلار دویست دلار هر چقدر که توانایی داشته باشید بتونید به تلویزیون نجات به شبکه نجات کمک بکنید که ما بتونیم ادامه بدیم و این کلام رو بتونیم پخش بکنیم به همه جا و شاگردان بسیار برای خداوند بسازیم در نام عزیزش میتونید تماس بگیرید با ما با تلفن برین توی صفحه اینترنتی ما نجات نجاتیوی.org و از این طریق با ما بتونید تماس بگیرید اوکی میخواییم اناجیل رو باز بکنیم به کتاب رومیان باب دوم و در آیه نه میفرماید برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند یا شرارت می کنند مصیبت و پریشانی خواهد بود اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان زیرا خدا تبعیزی بین این و آن قائل نمی شود این کلمه ای که استفاده میکنه اینجا کلمه مصیبت مصیبت این کلمه ای به زبان یونانی بهش میگیم ثلپسس ثلپسس که از کلمه ثلیبو میاد ثلیبو که یعنی خورد کردن خورد کردن فشار دادن زیر فشار قرار گرفتن آه شکستن به زبان انگلیسی ما بگیم tribulation زمانی خواهد اومد که این هفت سال زمان مصیبت خواهد بود مصیبت سه سال و نیم اولش مصیبت سخته سه سال, سه سال و نیم بعدش آسونتر میشه آخر زمانه یعنی اینکه یک مصیبت یعنی زیر فشار به طوری که باعث خورد شدن بشه فشاری بدیم که باعث خورد شدن بشه اینه که کلام خدا میگه که اونهایی که ذدیت میکنن با حقیقت خدا اونهایی که شریرن و شرارت میکنن و اینها در زمان خشم خدا مصیبت نصیب اینها خواهد شد خورد شدن فشارشون طوری سختی بهشون میاد طوری میاد که اینا خورد بشن بشکنن هم در جسمشون هم در نفسشون و هم در روحشون اینه که زیر مصیبت اینها قرار خواهند گرفت اصولا این کلمه ثلیبسس در زمان یونانی یه لغت که بود استفاده می کردن که وقتی از بیرون فشار میاد فشاری که از بیرون گذاشته میشه برای خورد کردن یکی سختی مصیبت بلا فشار که باعث خورد شدن یک مسئله ای بشه اینه که آه. برای یک ایماندار وقتی سختی پیش میاد هدف سختی رومیان باب پنج میگه در تمام مشکلاتمون شادی میکنیم چون مصیبت ها باعث صبر میشه یه چیز خوب در ما ایجاد میکنه وقتی ما زیر فشار قرار میگیریم برای افرادی که بی ایمان وقتی زیر فشار قرار میگیرن چون روح خدا درشون نیست روح القدس نیست هدایت روحو ندارن اینها خورد میشن از همه لحاظ از لحاظ فکری خورد میشن از لحاظ جسمی خورد میشن از لحاظ روحی خورد میشن ما برعکسیم ما هرچی فشار بیاد قوی تر میشیم در روحمون در فکرمون در نفسمون چون روح خدا ما رو هدایت میکنه به اون جایی که ما قوت بتونیم بگیریم ولی افراد دنیا اینطور نیستن بلکه در فشارشون تلپسس اینها شکسته میشن و زیر فشار اینها میشکنن زیر دردسری قرار میگیرن که اینها نمیتونن این فشار رو دریافت بکنن کلمه دومی که اینجا میبینیم به زبان یونانی بریم باز به صفمون بریم برگردیم به این صفحه جدید باز میکنیم این کلمه دومی که میبینیم کلمه مصیبت یا میگه پریشانی مصیبت و پریشانی کلمه یه که به زبان یونانی بهش میگیم استنو خوریه سنو، یعنی باریک و بعد خورا خورا یعنی جا یه جای باریک این ترجمه، ترجمهش چی میگه میگه برای همه داری بجه مصیبت و پریشانی اینجا میگه ببینیم به ترجمه قدیمیش که ترجمهش نزدیک به زبان یونانی چه کلمه استفاده میکنه آیه نه میگه عذاب و زیغ با ذیق من نمیدونم چیه اینه که بریم ترجمه دیگه نگاه بکنیم شاید شما ها بدونین زیغ یعنی چی حتی نمیدونم چی جوری بخونمش هر کس که مورد که به اعمال بد شود دوچار رنج عذاب عذاب کلمه درستریه برگردیم به این صفحمون پریشانی یا عذاب زیر عذاب عذاب یعنی یه جای باریک یک افرادی هستن توی زندان های میزارنشون که خیلی کوچیکه زیر فشار زیر جای خیلی مثلا یک در یک میذارن اینها رو افرادی که به حساب دولت شریر میان اینها اینهایی که میخوان عذابشون بدن توی یه جایی میذارن توی سلولهایی هایی میذارن توی زندان که اینها خیلی جاشون باریکه و این باریکی باعث عذابشون میشه باعث پریشانیشون میشه یه گوشه به زبان یونانی یه گوشه تنگ از همه جا روش گرفته شده فشار میاد بعضی هستن یه ترس از جا تنگی دارن یه جایی تنگ میذاریشون زیر حس پریشانی بهشون دست میده <applause> توی آمریکا ما یه چیزی داریم بهش میگیم پرسونال سپیس یعنی این مکان شخصی حدود درازی دستت دورورت یه مکانیه که افراد توی آمریکا نزدیک نمیشن من متوجه شدم بین فرهنگ های دیگه مثلا فرهنگ ایرانی یا مخصوصا چینی ها این حدود رو اصلا ندارن چینی ها مثلا توی مغازه که وایستدی میان هم بغلت بهت میچسبن ما ایرانی وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم میان بعضیشون اصلا جلوی صورتت میخوان جلوی صورتت باد صحبت بکنن بعضی اصلا میان دست میذارن رود دست میذارن روی پا دست میذارن روی شونت بدونی که شما بهشون نزدیک باشی یا اجازه بدی که این کارو بکنن امریکا اینطور نیست امریکا یه فضایی دارن مردم این فضا رو بگذری بیای جلوی فضاشون ناراحت میشن من بیرون که میستم نقاشی میکنم متوجه میشم عربا چینی ها فارسا این محدوده ای که دورور این چهار پای نقاشی منه اصلا احترام ندارن بهش طوری میان رد میشن که مثل که میخوان بزنن به این بیفته آمریکایی ها نه آمریکایی از دور می نزدیکم نزدیک هم نمیان مگر اینکه از من اجازه بگیرم من میتونم بیام نگاه کنم بله بفرمایید این حد شخصی رو حفظ میکنن یه چیزی هست در ذات ما که وقتی یه چیزی به ما نزدیک میشه ما رو توی محوطه تنگ قرار میده ما زیر فشار قرار میگیریم حالت پریشانی به ما دست میده نمیدونم تالا اینو متوجه شدین یا نه افرادی که نزدیکت میشن دو تا حالت داره یکی نزدیکت میشه یکی اینه که خیلی دوستت داره میخواد باهات تماس جسمی داشته باشه یکی اینکه یکی میخواد نزدیکت بشه میخواد بهت فشار بده بزنتت کتکت بزنه دعوا بکنه فوش بده یا هر چیز دیگه یعنی که دو حالت داره یعنی که حالت سوم نداریم یکی نزدیک بشه بدون هیچ کدوم از این دوتا من خیلی جالب بود اولین باری که رفته بودم کشور اسمش کشور بغل استرالیا کشوری اسم به نام نیوزیلند رفته بودم نیوزیلند نیوزیلندی های رسم خیلی عجیبی دارن اونهایی که محلی منو از فرودگاه برداشتن بردن یه مدرسه ای افراد مرداشون نصف لخت بودن مردای بزرگ رقص های عجیب میکردن داد میزدن بعد سلامشون این بود که میومدن دماغشون رو میزشتن روی دماغ من پیشونیشون روی پیشونی من من گفتم اینا میخواد منو ماچم کنن اینقدر <تص> نزدیک اومدن ترسیدم بعد برام توضیح داد نه این طرز محلی ها این طور به مردم سلام علیک میکنن اینه که دماغشون همه میزهشون دماغمش دماغ منش روی پیشونی من این برای من خیلی عجیبه که من دیگه محواته روش پیدا کردم که نزدیک شدن این طور دو تا حالت داره یا منو بزنی یا میخوام من ماچم بکنی اینه که هیچ کدومش اینا نمیخورد به این مسئله برام خیلی عجیب بود تو این افرادی که اومدن پنجاه نفر اومدن این کار رو با ما کردن من رفتم خونه انقدر صورتم و پیشونیم و شستم <applause> اومده بودم توی جلسه شب اول یه آقای خیلی اینا گذشته هاش مثل محلی مثل سماه خیلی آدم بزرگ و درشیکل شیکلیان یه آقای دروش شکلی اومد یکی از رؤسای کلیسا بود مشایخ کلیسا بود من دستمو دراز کردم بهش دست بدم گفت نه دست نه من شونه منو گرفت اینطوری آورد جلو صورتش گذاشت روی صورت من دماغش رو گذاشت روی دماغ من گفتم حالا ما چم میکنه <تصفح> منظور به این که این حدی که ما اینجا آمریکا داریم از این حد آدم نزدیک نشه از این از این فاصله دست بیای جلو زیر فشار آدم قرار میگیره هدف چیه میخوای ما رو ببوسی یا میخوای ما رو بزنی یا میخوای دعوا بکنی چیم؟ چی چیکار میخوای بکنی اینه که وقتی یه فردو میذارن توی جایی که تنگه از همه لحاظ بهش فشار میاد این کلمه رو ستنوخوریا رو استفاده میکردن برای ارتش ارتش که وقتی وارد محله میشد تنگ بود فشار از همه جا میومد زیر فشار قرار میگه پریشان میشدن اینها راه فرار براشون نبود کشتی ها از برای کشتی ها استفاده میکنن کشتی ها وقتی وارد یه منطقه میشدن که طوفان بود طوفان دریا زیاد بود نه راه فرار نداشتن یه محوطه بسته انگلیسی بهش میگن کنفاینمنت یه محوطه بسته ای که راه فرار وجود نداره وقتی راه فرار وجود نداره آدم زیر فشار و استرس قرار میگیره بعضی موقع توی زندگی ما ما توی مواردی قرار میگیریم که نه جلو میشه رفت نه عقب میشه رفت نه چپ میشه رفت نه راست میشه رفت خیلی از این عزیزانی که الان در ترکیه هستن در این مسئله قرار گرفتن هایی که در ایران ایماندارن زیر فشارن توی خانواده نه،, نه راه دارن فرار بکنن اون جایی هم که هستن از همه لحاظ بهشون داره فشار میاد یعنی بعضی موارد حتی در اون جایی که آزادیم توی آمریکا آدم میتونه در این مواردی قرار بگیره که نمیتونه جلو بره نمیتونه عقب بره نمیتونه چپ بره توی موقعیتی قرار گرفته که همه دیوارا دور گرفته شده حرفی که داوود میزنه در از همه حال من محاصره شدم و راه فراری برای من نیست بعضی موقع در این موارد زندگی قرار میگیره بعضی موقعا توی ازدواج اینطوره بعضی موقعا توی کار اینطوره بعضی موقعا توی کلیسا اینطوره بعضی موقعا توی دوستی و خانواده اینطوره مواردی هست که آدم نه جلو میتونه بره نه میتونه موقعیتش رو عوض بکنه به صورت درست اینکه راه فراری نیست و این موقعیت باعث فشار و استرس میشه توی زندگی ما پریشانی اه. ولی در هر موردی ما قرار بگیریم باز امکان داره امروز راه آزادی نباشه فردا نه پس فردا نه ولی یک روزی خواهد اومد روی زمین امید خواهد بود ولی کن در زمان آخر برای اونهایی که شرارت میکنن همچین چیزی وجود نداره اینه که پولس رسول میفرماید در این آیه میفرماید پریشانی هر کس که مرتکب اعمال بد شود دوچار رنج و عذاب خواهد شد نخست یهود و سپس یونانی اما هر که نیکویی کند از جلال و حرمت و آرامش برخوردار خواهد شد داره گفتیم باز راجع به اعمال صحبت نمیکنه راجب موقعیت ایمانی داره صحبت میکنه نخست یهود و سپس یونانی زیرا خدا تبعیض قائل نمی شود میگه اول یهود این وقتی اول میگه منظورش از لحاظ از لحاظ رتبه ای نیست اول دوم سوم چهارم پنجم بلکه از لحاظ دریافت دانش دریافت مکاشفه است یهودیا اولین قومی بودند که مکاشفه خدا خدا رو دریافت کردند اولین قومی بودند که نور خدا وارد زمین وقتی نور خدا داده شد خدا الهام کرد خواستش رو روی زمین به وسیله شریعت به قوم یهود داد قوم یهود بودن که دعوت شدن قوم یهود بودند که مکاشفه خدا رو دریافت کردن قوم یهود بودن که پیامبران خدا رو دریافت کردن قوم یهود بودند که هر چی که راجع به دانش الهی رو فقط و فقط خدا به یه قوم داد این نبود که با اقوام مختلف پیامران مختلف برفسه و حرفهای مختلف بزنه این, این عقیده واقعا عقیده پوچ و بیمانی است چون خدا زیر سوال قرار میگیره وقتی به عربا یه چیزی میگه به یهودیا یه چیزی میگه به عیسویای یه چیزی میگه این اصلا جور در نمیاد این کلمه ای که خدای مکاشفه الان داده یکی میاره بالاتر از مکاشفه اول اصلا در این اصلا در این سیستم فکری خدا زیر سوال قرار میگیره یعنی چی خدا به یه عده قانونی میده بعد به یه عده دیگه یکی میاره که بالاتر از اون باشه یه قانون بهتر بده اصلا قانون بهتر دادن این این خدا زیر سوال قرار میگیره یعنی چه خدا قانون اولش بد بود که قانون دومش بهتر باشه اصلا این منطقی نیست از لحاظ فهم الهی اصلا این معنا نداره که محمد اومد آخرین پیامبر بود بهترین پیامو داشت یعنی چی بهترین پیام داشت این یعنی پیام اولش بد بود پیام اولش خوب نبود پیام دومش بهتر شد بعد برای عربا فرستاد بعد گفت حالا باز همه عربی بدونن تا این پیام رو بفهمن اصلا سیستمی که اسلام ارائه داده در مورد خدا زدیت داره با ذات الهی زدیت داره با منطق اصلا چه برسه به این که با ذات الهی بخوام بسنجیمش اگر اینو واقعا تعصبتون و مسلمان تعصبشون رو کنار بذارن اینو بخون منطقی به سنجه اصلا به منطق نمیخوره همین کلمه این که ما تو رخ فرستادیم آخرین پیامبر و بهترین پیام اصلا این معنا نداره یعنی چی بهترین پیام بعد همه اونای دیگر رو رد باس بکنه بگه فقط این درسته باز اونم درش اشتباه میشه یعنی خدا حرف اولش رو رد کرده پس خدا میتونه اشتباه بکنه اصلا توی خود اسلام پیامی که محمد تو مکه بهش داده شد در عرض ده سالی که توی مکه بود با پیامی که توی مدینه بهش داده شده بود با هم زدیت دارن دانشمندان الهی به میگن منسوخ میدونین که چهار تا جلد قرآن وجود داشت ابو بک تاش تاشو سوزوند آتیش گرفت جمع کرده بودن اینا دیدن ای این خیلی زدیت داره با هم سه تا از این نسخه ها رو ابو سوزوند یکیش مونده که همون قرآن امروزه توی همون قرآن امروز هم از 6666 آیه 1200 آیش زدیت دارن با هم تو یه آیه یه چیزی میگه مثلا باب دوم فکر کنم آیه 255 یا 56 باشه که میگه بذار جنگی در بین مذاهب وجود نباشه بین ادیان دعوا و مرافع نباشه ولی در اینو در مکه گفت در مدینه باب نه سوره نو سوره توبه آیه سیش میگه همه اونهایی که زدیت دارن از مذاهب دیگه بکششون <applause> این دانشمندان الهی میگن یه چیزی هست به نام نسخ شمایی که نمیدونین برید بپرسید شاید شاید آخونداتون که نمیدونن شاید آیت الله اونایی که تحصیل کردن تحصیل الهیات کردن رو بدونن یه به نام نسخ منسوخ بهش میگن یعنی چی؟ یعنی دانشمندان الهی میگن الهیات اصلاح میگن اگر کلامی که در مدینه گفته شد زدیت داره با کلامی که در مکه گفته شد این کلامی که در مدینه است آخرین کلامه آخرین مکاشفه است این میمونه اون قبلیه منسوخ میشه نسخ میشه باطل میشه یعنی چی؟ حرف خدا اگه باطل بشه اگه خدا ده تا حرف بزنه یکیش باطل بشه من به اون نقطه دیگه شک دارم یعنی چی مثل اینکه من ده تا کلمه میگم میگم این ده تا کلمه پنج تا دروغه از کجا بدونم اون پنج تا دیگه درسته یعنی که اگر خدا درش تغییر وجود داشته باشه در این خدا شک داریم ما خدا وقتی درش تغییر وجود داره یعنی از آینده خبر نداره یعنی یه حرفی امروز میزنه که آینده حرفش میتونه عوض بشه برای همین اسلام راجع به آینده هیچ چیزی نمیتونه بگه یه پیشگویی راجع به آینده در اسلام وجود نداره چرا برای همین حرفش عوض میشه چون خداش خدای حقیقی نیست بوته یکی از بوتایی که قریش میپرستید محمد برداشتش گفت این بوت اصلیه این خدای اصلیه ولی همچین خدایی نمیتونه یه حرف بزنه اصلا سیستم منطقی اینکه اسلام اومد بالاتر از همه است اصلا این کلمه بالاتر از همه است اشتباهه اصلا ذدیت داره با یعنی چی یعنی اون پیامایی که خدا به وسیله موسی داد اشتباه بود در حقیقت هم اگه شما قانون شناسین برین قوانین موسی رو توی پنج تا کتاب موسی بخونید از 613 تا قانونش میبینید که کامل ترین قوانین روی زمین کامل تر از اینها وجود نداره در مورد جرم در مورد قوه قضاییه در مورد رفتار اجتماعی در مورد همه چیز قوانین موسا کامل ترین قانونی که روی زمینه اینکه یعنی, یعنی چی خدا میخوای مقایسه بکنی واقعا با قوانین اسلامی قوانین اسلامی ده هزار برابر زیرتر از قانون است از لحاظ فهم از لحاظ منطق از لحاظ درستی همین یه قانونی که وجود داره که دست رو بزن اگه یکی دزدی دستش رو بزن مقایسه بکن با قانون موسی دست یکی رو زدن درسته خیلی جالب یه حدیثی هست در مورد محمد یه زن رو آوردن دزدی کرده بود دست راستش رو زدن باز گرفتنشون رو دزدی کرده بود پای چپش رو زدن این تو قانون اسلامه باز آوردن دفعه سوم ببین دست زدن جلوی دزدیش نگرفت پای راستش رو زدن دفعه چهارم که آوردن پای چپش رو زدن این دست و پای این زن رو به طور کل قطع کردن ولی دزدی به دست و پا نیست یکی میتونه توی خونش بشینه با فکرش نقشه بریزه دزدی بکنه با زبونش میتونه برنامه ریزی بکنه این دزدی انجام بشه به دست و پا نیست امروزه یا اون روزه اینه که این این منطق اسلامی اینو مقایسه بگم با قانون موسا قانون موسا میگه اگر یکی دزدی کرد گرفتینش اون چیزی که دزدی کرده واسه برگردونه بعد به خاطر عمل کرده کرده چهار برابر اینو بزنه براش کار بکنه من به این فکرم اگه ما یه قانونی داشتیم اونایی که دزدن دزدی میکنن بگیم یه آقای مثلا از این افرادی که توی دولت دزدی کردن این پول رو برگردونه بعد اینو بکنن نه ای زندان چهار برابر اون پولی که دزدی کرده توی زندان کار بکنه به اون فردی که دزدی کرده ازش برگردونه <applause> خیلی مسئله راحتیه به جایی که بکنن زندانش غذا بدن کتکش بزنن بذار توی زندان کار بکنه چهار برابر اون پولی که از این آقای دزدیده اگه 100 تومن دزدیده 400 تومن بهش برگرد 100 تومن اول برگردونه 400 این کدوم قانون به نظر شما درسته؟ دستش رو قطع بکنی یا باس بهش فرصت بدی اشتباهی که کرده بتونی اشتباه رو تعمیر بکنه و در عین تعمیر کردنش به حال خودش بیاد که ای بابا من میخوام از این زمه اشتباه کردم من میخوام آزاد بشم از اینجا ولی این کارو میکنم تعمیر بشه کدوم قانون درست داره اینه که این قانونی که این اصلا طرز فکری که این بالاتره این پایین تره اصلا زدیت داره با ذات الهی خدا زیر سوال قرار میگیره خدا میتونه یه حرفی بزنه پس فردا ده سال صد سال هزار سال دیگه بیاد یه حرف دیگه به یه قوم دیگه بزنه بگه نه این حرف من بهتره این پیامبرم بالاتره اونایی دیگه بد بودن موسی اندازه خوبیه محمد نیست عیسی به خوبی محمد نیست محمد بالاتر از همه یعنی چی؟ یعنی اصلا معنا نداره یک کسی بالاتر از مگه انسان ها همه گناه کردن از جلال خدا محرومن همه گناهکارن اینی که خدا یکی گیر آورد دو هزار سال بعد گفت این بالاتر این خیلی آدم خوبیه مالا عرب چون عربه همه واس عربی بخونن کلامش هم به عربی بخونن بعد بگه حالا اگر سوالی داری در مذهب ما از این کتابی که ما نوشتیم به زبان عربی یه کتاب بهتر شما بنویس ای بابا از این حرف عذر میخوام احمقتر وجود نداره از من یه کتاب به زبان فارسی بنویسم ادبیات فارسی به تمام مردم دنیا بگم اگر فکر میکنیم این زبان من این کتاب من اشتباه به زبان فارسی شما یکی بهتر از این بنویسید اصلا این کلمه احمقانه است بی فهم یعنی چی اینا برن زبان فارسی که من از بچگی باش بزرگ شدم یاد بگیرن ادبیاتش یاد بگیرن بعد بیان چیزی بنویسن که ثابت بکنن این چیزی که من نوشتم اشتباهه این منطقی که به ما خوروندن این استدلالی که اسلام به ما خورونده با کوری و جهالت فقط به بچههایی که کوچیکن قبلهن هیچ چیزی نمیفهمن میشه این حرفا رو زد ما واقعاً یه قومی بودیم که، اسلام، مسلمان ها، یه قومی هن که اسلام کورشون کرده. قضای فاسد بهشون داده. گفته این بهترین قضاییه که روی زمینه. و با ترس، با ترس از خدا، ترس از جهنم، ترس از مرگ، ما رو زیر اسارت این جهالتشون قرار دادن. و هنوز که هنوزه افراد زیر این جهالت هستن. برای من خیلی جالب بود وقتی من هندوستان بودم اینها یکی از خدایانی که در هندوستان میپرستن گاوه گاوی که روی پیشونیش خال سفید داشته باشه خداشونه برای من خیلی جالب بود وقتی من با یه دکتر صحبت کردم توی هندوستان این هندو بود این گاوه رو میپرشت من به این فکر کردم این دکتر 20 سال درس خونده از لحاظ طبی میفهمه که این گاو به جز دو تا شکم هیچ چیز دیگه در این گاو وجود نداره هدف این گاو اینه که علف رو بخوره بره تو شکم اولش به شیکم شکم اولش بیاره بیرون بفسه توی شکم دومش اینو باز خورتر بکنه از این علف شیر پدید میاد حالا خودش هم یه موجود است. از این دیگه بیشتر نیست چطور یه کسی که 20 سال درس خونده دانشگاه درس خونده فهم طبی داره میتونه اینو قبول بکنه که این یکی از خدایانمه که من باست بپرستمش کوریه به جز نابینایی چیز دیگه نیست کورش کردن از بچگی بهش خوروندن این درست این درست این درست بزرگم که شو تحصیلم که کرده باز میگه این درست حالا خدا رو شک دولت اسلامی ایران مردم رو آگاه کردن که واقعا اسلام برای خیلیاشون خیلیشون هنوز در جهالت و احمقیت ادامه میدن این چیزهایی که واقعا باعث خندس بازیش مثل جوک میمونه تعالیمی که اسلام میده در مورد خدا اینی که خدا پیامشو به یه قوم داد پیامی هم که داد هدف پیامش قوانین شریعت موسی که داد هدفش نبود که افرادو بسازه بهتر بکنه بازی کلمه که زدیت داره با اسلام و مذاهب هدفش این بود که نشون بده ذات انسان ذات شیطانی گناهکار انسان وقتی بفهمه که خودش نمیتونه خودش رو نجات بده با اعمال خوبش بعد تشنه منجی میشه یکی بیاد از جانب خدا که منو نجات بده از این ذات گناه عیسی مسیح اینه که چون شریعت به اینا داده شده بود چون پیام برای این اینا فرستاده شده همه خدا همه همه کارش با یه قوم بود مثل اینه که من میخوام یه سی نفر رو تربیت بکنم به جای اینکه هر کدوم رو ببرم یکی یکی تربیتش میکنم یه نفر رو تربیت میکنم میگم شما مسئولیت رو به شما میدم شما اینها رو تربیت بکن بعد اون یه نفر یه نفر دیگر رو تربیت میکنه ادامه پیدا میکنه اینکه که خدا برای اینکه مردم رو نجات بده انسان ها رو نجات بده احتیاج به یه منجی داشت منجی واسه به یه قومی اومد که بر هر یه قومی منجی باشه یه نفر بود عیسی خداوند خدا که به جسم پوشید شبیه ما شد که بتونه گناه ذات گناه ما رو روی خودش بگیره اینه که وقتی مسیح اومد مسیح وارد قوم یهود شد نجات از جانب قوم یهود اومد اینه که چرا یهودیان اول رومیان باب یکم میگه میگه من از انجیل خجل نیستم از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان می آورد باز اینجا میگه میگه اول یهودیان و سپس غیر یهودیان اینجا هم نجاتشون اول به اونا رفت داره چون گفتم از لحاظ رتبه نیست از لحاظ خطابه هم قضاوتشون غضب خدا بهشون قرار میگیره میگه نخست یهود هر که مرتکب اعمال بچه دو دوجار رنج و عذاب اینه رنج و عذابشون هم اول اینا میکشن و بعد مردم دنیا میگه پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارن چون گفتیم خدا تبعیض قائل نمیشه اینه که مزیتی که دارن بر مبنای تبعیض خدا نیست یا خطنه چه ارزشی دارد البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد اولا که خدا کلام خود را به یهودیان سپرد این داره باز راجب رتبه صحبت نمی کنه راجب مسئولیت اینه که خدا اول مسئولیت رو به اینا داد کلام رو به اینها داد کلام و اینها دریافت کردن مثل این میمونه که من به شمایی که این تداریش رو میکنم مسئولیت شما به دلیل اینکه این تداریش رو میفهمی مسلم بیشتر از اونایی که نمیدونم یعنی که من از شما انتظار بیشتری دارم چون دانش رو بهتون دادم یه دکتری که تحصیل کرده زیاده از دانشگاه هاروارد میاد مسلم ما از لحاظ مسئولیت از لحاظ توقع بیشتر نسبت به چون درس بهتری خونده جای بهتری درس خونده دانش بیشتری داره تا اون که توی مثلا هندوستان درس خونده یا یک کشور جهان سوم ایران اینه که مسلم توقعمون بیشتر اینه که ازش انتظار بیشتری داریم که درستتر عمل بکنه تا اون کلینیکی که افرادش زیاد فهم ندارن دانششون زیاد قوی نیست اینه که دومین مسئله اینه که مسیح به اینها اومد در یوحنا باب چهار میفرماید شما سامریان آنچه را نمیشناسید میپرستید اما ما آنچه را که میشناسیم عبادت میکنیم زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید نجات به وسیله قوم یهوده یعنی چی؟ یعنی ایشای خداوند از جانب قوم یهوده اینه که به خاطر اینکه اینها مکاشفه بهشون داده شده بود خطاب خدا برای نجات مردم دنیا به اینها داده شده بود اینها که پیام و نور رو دریافت کردن مثل یکیه که همه ما صد نفریم توی اتاق تاریکیم یکیمون چرا قوه داره اگه چرا قوه داشته باشه از چه انتظاری داریم راهو به ما نشون بده که ما از این اتاق تاریک بیایم بیرون نمیتونه این چرا قوهش قائم بکنه تو جیبش مسئولیت اون کسی که چرا قوه داره زیاده مسئولیت و توقع ما از اون که دانشش بیشتره زیاده یعنی که خطر داره وقتی ما دانشمون زیاد میشه روز داوری برای من سختتر خواهد شد خواهد بود تا برای شما چون من دانش خدا به من دانشی بیشتری داده فهم بیشتری داده که بتونم تعلیم بدم که بتونم شما رو به اون چیزی که درسته هدایت بکنم. اگر اینو نگه دارم خطر داره برای من سخت خواهد بود اینه که کسی که دانشش بیشتره کسی که فهمش بیشتره مسلم خدا انتظار بیشتری ازش داره اینه که هیچ کسی معافیت نداره از این مسئله معاف نیست یهودی ها معاف نیستن از قضاوت خدا یه عده موزیگر هستن امروز تو آمریکا که موزی میکنن یهودی ها معافن به خاطر چند تا آیه وجود داره که میگه تمام قوم یهود نجات پیدا میکنن و اینا این آیات رو نمیفهمن و اینطور تدریس میکنن چند نفر هستن که این تدریس اشتباه میکنن ولی اینجا میبینیم که یهودی هم زیر غذب خدا قرار میگیرن خداوند حتی در اناجیل چند بار راجع به این صحبت کرد که یهودیان زیر عذابند یادتونه در لوقا باب 16 وقتی ایلازر میمیره میره و اون مرد ثروتمند هر دوشون یکیشون میره هر دوشون میرن توی هاوی یکیشون میره توی قسمت جهنم هاوی یکیشون توی قسمت آغوش ابراهیم در استراحت و آرامش اون که توی جهنم میره وقتی ابراهیم رو میبینه از دور میگه ای پدر ابراهیم یه یهودی بود یعنی یهودی ها وارد جهنم خواهند شد الان هستند و خیلی هاشون هم خواهند شد چون که اگر ایمان نیاورن به عیسی مسیح مسئولیت بزرگی براشون وجود داره اینه که خدا تبعیض در آیه یازدش میگه میگه زیرا خدا تبعیض قائل نمیشود فرق نمیذاره بین انسان ها این کلمه به زبان یونانی تبعیز تبعیز به زبان انگلیسی ما بهش میگیم partiality partial به انگلیسی یعنی قسمت به زبان یونانی این کلمه است به نام پروسو پولپسیا پروسو پولپسیا پروسپون پروسپون یعنی شرط لامبا نه ادو لمبانو یعنی دریافت صورت دریافت کردن یعنی شمارش اگه بخوایم ببینیم توی سترانگ چهل و سه یعنی مطابق اون چیزی که میبینیم دریافت بکنیم یکی خوشتیپه بفرمایید شما یکی پولدار آقا شما بیاین بفرمایید شما بیاین یکی قلدور قدرتمند تبعیض بر مبنای اون چیزی که میبینیم قضاوتشون میکنیم واو یه فرد خوب به نظر میرسه خوب با رفتار میکنیم این چیزی که الان توی ایران یک چیز عادی شده باجگیری هر کسی پول داشته باشه صدمه کاریش زحمت کاریش تو ایران کمتره چون با پولش همه چی رو میخره اینجا میره آقا جنگی توی صف وایسه چهار ساعت پول میده میبرن جلوی صف کار درسته میره من چقدر داستان میشنوم از افراد ایرانی که توی زندگیشون توی ایران باج میدادن همه کاریشون رو انجام میدادن به این پول میدادن به این پول میدادن یه بار یکی از اعضای کلیسای ما پلیس میگیرتش جریمش بکنه یه, یه پول میذاره به پلیس میگه پلیس میگه جریمت نمیکنم برو بعد به پلیس میپرسیم آقا شما چرا این کار داری میکنی این وجدانت ناراحت نمیشه من چیکار بکنم پولی که به من دولت میده به قسط خونم هم نمیرسه خرج غذا و خوراک و لباس و اینو برای بچه هم هر کجا بیارم یعنی که سیستم و طوری درست کردن توی ایران که خداشون در رفاه باشن مردمشون در گرسنگی و بدبختی و باجگیری یه چیز عادی شده چون خداشون هم انجام میدن تبعیض قائل میشن خدای اسلام تبعیض قائل میشه برای محمد یه سیستمی داشت برای احمدشون یه سیستم داشتن برای مسلمان ها, ها یه سیستم دارن برای زنای یه سیستم دارن اصلا فرق بزرگیه بین زن و مرد فقط توی اسلام حالا از پیامبرشون بگذاریم بگیم اون حالا یه چیزی بود نزدیک خدا بود <applause> بین مرد و زنشون هم تبعیض قائل میشن به قول بعضی از این آخونده زن کراهت داره اصلا زن اصلا یه چیز بده یه چیز نجسیه زن یه چیز نجسته بپوشونش بکنتش توی خونه توی افغانستان زن رو میکنن زن اصلا حق نداشت در زمان چیز این در زمان مجاهدین زن حق نداشت از خونش بیاد بیرون من سکرتر قبلیم که آمریکایی بود با شوهرش رفتن توی یه سازمان خیریه آمریکایی توی افغانستان بعد از جنگ کمک بکنن اینشون به مدت دو سال توی خونش محبوس بود ببین اسلام چیه؟ اسلام خدای تبعیزه فرق میذاره بین افراد ولی خدای انجیل بین هیچ کسی فرق نمیذاره تبیز قائل نمیشه ببینید در بارها اینو در انجیل میگه سفر تشنیه به عنوان مثال باب ده آیه 17 میگه زیرا خداوند خدایتان خدای خدایان و خداوند خداوندان است خدایی با عظمت و توانا و با هیبت تبعیض را نمیپسندد و رشوه نمیگیرد باج نمیگیره رشوه گیر نیست تبعیض قائل نمیشه بین افرادی که پول دارن و گدان بین اونایی که خوشتیپن و بد بین اونایی که قوی و ضعیف بین اونایی که از یه قبیله خاص میان تبیز قائل نمیشه انسان ها تبیز قایل میشن خدا تبیز نمیشه دوم تواریخ باب 19 آیه 7 اکنون بگذارید ترس خداوند بر شما باشد در کاری که میکنید دقت داشته باشید زیرا در داوری خداوند خدای ما جایی برای بی ادالتی و طرفداری و رشوه نیست خدای ما رشوه نمیخوره به یکی تبیز قایل نمیشه بگه برد رضا آدم خیلی خوبی به این فرق میزنیم با این و با افراد دیگه یکیه همه در حضور خدا یه دید دارن خدا یک یه عدالت داره برای اونی که برای عیسای مسیح همونطور با مسیح رفتار کرد که با من و شما رفتار میکنم با اینکه مسیح پسرش بود فرزند گانش از ازل وجود داشت خیلی ها اسلام چی میگه؟ اسلام میگه محمد چون پیامبر خدا بود معصوم بود که نمیتونست معصوم باشه چهل سالش بود وقتی پیامبر شد اینکه حالا اگه بگیم از پیامبری به بعدش هم گناه نکرد قبل از پیامبریش که گناه کرد اگر گناه نمیکرد که احتیاج به خدا نداشت گفتم <applause> در منطق اسلام منطق وجود نداره اینه که تبعیز خدا تبعیز قائل نمیشه بین افرادی که نزدیکن بهش با افرادی که نزدیک نیستن یکیه خدا خدای عدالت و برقراری انصافه اینه که در ایوب باب سی و آیه 19 میگه او از فرمان روایانان طرفداری نمی کند و ثروتمندان را به فقرا ترجیح نمی داد. کاری که تو ایران الان دارن می کنند برعکس این زیرا همگی را دست توانای او خلق کرده است واو برای آقای خمینی و خامنه ای فرقی بین آقای خامنه ای فردی که فقیره توی پایین شهر زندگی میکنه نیست یکی هم در حضور خدا ولی نه در حضور اسلام اسلام اینا نه خدان افرادی که فرق دارن بینشون اینه که خدا تبعیض قائل میشه خدا با همه یه جور رفتار میکن در قلاتیان باب دو میگه آنانی که ظاهرا افراد برجسته ای بودن داره راجع به رسولان خداوند صحبت میکنه چیزی به پیام ما اضافه نکردن اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمی گیرد خدا تحت تأثیر مقام هیچی قرار نمی گیرد یک کسی که اسمش بالاست مقام بزرگی داره کار بزرگی انجام داده فرد مهمیه خدا زیر تحت تاثیر مقام و اعمال این فرد قرار نمیگیره که تبعیض قائل بشه uh, آقای ویلیام نوئل uh, یکی از دانشمندان الهی میفرماید Among men در بین انسان ها There's almost nothing else but what James and Jude denounce as چیز دیگه وجود نداره به جز اینکه هم یهودا و هم یعقوب راجب این صحبت کردن Showing respects of person تبعیز بین افراد for the sake of advantage برای اینکه یک سوء استفاده یا نفعی باعثشون میشه the rich the educated پولدارا تحصیل کرده the travel اونایی که سفر رفتن the culture اونایی که فرهنگ دارن the prominent اونایی که مهمن the influential اونهایی که تحصیل گذارن the pleasing اونهایی که با صفان با صفا <laughs> the strong اونهایی که قوی هن are all sought after مردم دنبال اینجور افرادن، هنرپیشه، خاننده. خواننده ما من دیدم توی اینستاگرامم لایک مثلا افرادی که من لایک میزنن 15 نفرن خواننده هایی که معروفن تو ایران صد هزار نفر لایکشون می زنن. چرا چون اونها زیباترن خوبتر میخونن قشنگترن مقامشون بالاتره. مردم بیشتر دنبال اینجور افرادن The poor, the ignorant, فقیر, جاها, جهالا, جاهلان, The weak, ضعیفان are despised and neglected اینها ترد میشن و اینها حقیر میشن تحقیر میشن But not so with God. ولی خدا اینطور نیست Hallelujah خدا دنبال یه فردی که مهم و خاننده شیک و خوب و قشنگ و پولداریه نیست یکی که بیانش شیر میگه واو ما چه در صلح و صفا آمده ایم نمیشینه خدا به اینها گوش شعر داری میگه هی sees men through his own eyes انسان ها رو در چشم خودش میبینه of holiness در پاکی and truth always در پاکی و صداقت همیشه He sees not as man sees آیا انجیل میگه او اینطور که انسان نگاه میکنه نگاه نمیکنه It is a terrifying thought to earth great این چیز خیلی وحشتناکه برای آدم های خیلی مهم روی زمین But an infinitely comforting thought to every humble God fearing soul ولی بی حد باعث آرامش افرادیه که خدا ترس و متواضعند. That there is an impartial one. که یه خدایی هست که تبعیض قائل نمیشه with no respect for person هیچ ارزش خاصی برای انسان مخصوص قائل نیست with whom they have to do کاری که خدا باید برای اینها انجام بده اینه که خدا تبعیض قائل نمیشه اگر بیشتر بهت داده بیشتر ازت توقع داره اگر کم بهت داده کم ازت توقع دار نگه شما ای که خدا هی میخوای خدا به من بیشتر بده خدا به من بیشتر بده خدا اینم زیاد کن خدا محصم رو زیاد کن خدا فهمم زیاد کن خدا دانشم زیاد بکن مواظب باشین چی دارین میطلبین چون به کسی که بیشتر داده شده بیشتر ازش توقع خواهد شد لوقا باب دوازه خداوند اینو میگه میگه کسی که از خواسته های اربابش بیخبر است و مرتکب عملی میشود که سزاوار تنبیه می باشد ضربه های کمتری خواهد خورد هرگاه به کسی زیاد داده شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد شد یعنی که مثلا به عنوان مثال برای قوم یهود خیلی سختتر خواهد بود روز داوری تا افرادی که توی قبیله های به دنیا آمدن که هیچ پیامی نشنیدن چون که تو اسرائیل به دنیا آمدن زیر شریعت به دنیا آمدن اینا دانششون خیلی در مورد خدا بیشتره یه ای آیه دیگه خداوند در متا باب میگه میگه و مردم آن شهر رو به خاطر اینکه توبه نکرده بودن توبیخ نموده گفت وای بر تو ای خور رزین و وای بر تو ای بیت سیدا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام میشد مدت ها پیش از این پلاسپوش پوش و خاکستر نشین توبه میکردن، اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون که شهرهای مال لبنان خارج از قوم یهود بودن بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما هر دوشون محکوم میشن ولی یکیشون محکومیتش فرق میکنه شما که این کلام رو میشنوید و هی میکنید برای شما خیلی سخت خواهد بود روز داوری چون حقیقت رو شنیدی و ضد حقیقت داری رفتار میکنی و حقیقت رو قبول نمیکنی اگر اون چیزی که ما میگیم حقه درسته اگر درست نیست تحقیق بکنی به حرفی که ما میزنیم درسته به عقل میخوره اصلا به منطق میخوره به ذات الهی میخوره اگر درسته بایستی قبولش بکن اگر درست نیست اون چیزی که درست ارائه بده بگو حرفی که شما میزنید درست نیست برای مبنای منطق نیست چون بر مبنای این منطق بر مبنای این حرف این درست اینکه این که خدا به ما فهم بده فیض بده که ما بتونیم کلامش رو دریافت بکنیم ای پدر تو سپاس میگیم به خاطر فهم الهی که چشم ما رو باز کردی که بتونیم حقیقت رو ببینیم ای خدا وای به حال کسانی که فکر میکنن بینان ولی در حقیقت کورن و ضد حقیقت رفتار میکنی خداوند از تو می طلبم فهم روحانی به قوم ما عطا بکنی در نام عزیز عیسی مسیح به وسیله قدرت روح القدس همه کسانی که امروز این برنامه رو می بینن. ای پدر می طلبم که لمس خاصی لمسشون بکنی به وسیله قوت روح القدس در نام عزیز عیسی مسیح صلح تو رو براشون می طلبم ای خداوند اونایی که احتیاج به شفا دارن اونایی که به احتیاج به تقویت تشویق دارن در نام عزیز خداوند ما عیسی مسیح می طلبم که امروز تقویت بشن تشویق بشن و با قوت این کلام رو دریافت در نام عزیز خداوند ما عیسی مسیح با سپاسگزاری می طلبیم آمین فیض خداوند با شما باشه تا روز بعد اسم من سارا است. متولد تهران و در یک خانواده مسلمان زاده به دنیا آمدم. به دلیل افسردگی شدیدی که داشتم، همیشه دنبال رهایی از این بند رسیدن به آرامش بودم. به همین خاطر، چون در اسلام این رو پیدا نکردم، به مسیحیت روی آوردم و شبانهای مختلف در تلویزیونهای مختلف رو گوش می دادم. افسردگی من اونقدر شدید بود که هیچ چیز در من رسوخ نمی و به جایی رسیدم که تصمیم به خودکشی کردم حتی طرح خودکشی خودم را هم کشیدم روزی که تصمیم خودم رو گرفته بودم و میخواستم عملیش کنم روبروی تلویزیون نشسته بودم و کانال نجات را نگاه میکردم لحظه شبان رضا گفت توی که از افسردگی رنج میبری تنها راه رهایی از این مشکلت عیسی مسیحه تلفن رو برداشتم به شماری که زیر تلویزیون نوشته شده بود زنگ زدم و خانمی برام دعا کرد من قلبم رو به مسیح دادم و او را به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم پذیرفتم و خدا را شکر میکنم به خاطر اینکه برای همیشه از این افسردگی رهایی یافتم